ممکنه رم خریده باشید و روی کامپیوترتون نصب کرده باشید، ولی سیستم از تمام فرکانس رمی که روی جعبه یا روی رم زده استفاده نکنه. مثلا شما رم 3200 مگاهرتز خریدید، ولی خب بعد از نصب می‌بینید که فقط از 2133 مگاهرتز رم استفاده میکنه. خب حالا باید چیکار کنیم که از تمام فرکانس رم استفاده کنیم؟ چطورید بچه‌ها، ابوالفضل فرماسپی هستم و پرشن ادور، خوش اومدید. شاید برای خیلیاتون پیش اومده باشه یا دغدغه‌تون باشه الان که وقتی که یه رمی خریده باشید با یه فرکانسی، بعد از نصب روی سیستمتون ببینید که یه فرکانس کمتری از رم رو استفاده میکنه و این سوال براتون پیش میاد که خب من الان چیکار کنم که بتونم از تمام فرکانس رمم استفاده کنم. اما قبلش باید به چند تا نکته توجه کنیم بریم که داشته باشیم. اولین نکته اینه که رمی که تهیه میکنید با یه فرکانسی توسط سی پی یو مادربرد باید ساپورت بشه. برای مثال سی پی یو و مادربرد شما نهایتا فرکانس 3200 مگاهرتز رو ساپورت میکنه و شما اگر هم رم بالاتر از این فرکانس رو روی سیستمتون نصب کنید، نهایتا هم همون 3200 مگاهرتز رو از رمتون میگیره و شما اگر بخواید رم مثلا میگم 4000 مگاهرتز رو روی سیستمتون نصب کنید، از لیمیت مادربرد و سی پی یوتون میتونید فراتر برید و اگر دستی بخواید تنظیم کنید توی حالا تنظیمات بایوس، نهایت اتفاقی که میفته اینه که شما تصویر نمیگیرید و اصلا ممکنه که این اتفاق براتون افتاده باشه که شما رمی رو با یه فرکانسی روی سیستمتون نصب کرده باشید، حالا دستی هم شده تنظیم کرده باشید روی فرکانسی که رم ساپورت میکنه، ولی خب بعد از اون تصویر نگیرید. عمده دلیلی که این اتفاق میتونه داشته باشه اینه که شما رمی که خریدید فرکانسش بالاتر از حدی که سی پی یو یا مادربردتون ساپورت میکنه. اگر مادربرد ساپورت نکنه، مشکلتون اینجاست که شما اصلا اون فرکانس مد نظر تو تنظیمات اصلا نمیبینید. اگر سی پی یو ساپورت نکنه، اتفاقی که براتون میفته اینه که ممکنه بعد از تنظیم فرکانس تصویر نگیرید و مجبور بشید که با روش‌های مختلف مثل جامپر و ریست بایوستون رو ریست کنید تنظیماتش رو تا بتونید دوباره از اول تنظیمات رم رو انجام بدید. پس باید به این توجه داشته باشید رمی که تهیه میکنید فرکانسش باید توسط مادربرد و سی پی یو ساپورت بشه. حالا ولی خب هم سی پی یو هم مادربرد از فرکانس رم هم ساپورت میکنن، ولی خب چرا الان از تمام فرکانس رم استفاده نمیکنن؟ رم ها بسته به نسل DDR شون فرکانس های استانداردی دارن. مثلا توی رم DDR4 فرکانس استاندارد عموما 2133 مگاهرتز یا 2600 مگاهرتز. شما بعد از اینکه رمتون رو با هر فرکانسی بالاتر از این فرکانس ها تنظیم کنید، مادربرد میاد فرکانس رو دیفالت روی فرکانس استاندارد تنظیم میکنه و اگر بخواید از بالاتر از حد استاندارد یا نهایت فرکانس رم استفاده کنید، باید توی تنظیمات بایوس به روش‌های مختلف این کار رو انجام بدید و استفاده از فرکانس بیشتر از حد استاندارد یا دیفالت یه جوری قابلیت حساب میاد و به گفته حالا بعضیا، من چیز نمیکنم، اضافت نمیکنم، ولی میگن که تبلیغاتی این فرکانس‌های بیشتر از حد استاندارد. و حالا بگذریم از این چیزا، من قضاوت نمیکنم، قضاوت با خودتون. ولی راهی که بتونیم بیشتر از حد استاندارد از فرکانس رم استفاده کنیم، اورکلاک یا بوست رمه. حالا چجوری اورکلاک یا بوست کنیم؟ دو تا روش برای بوست یا اورکلاک رم وجود داره. اولین روش، روش دستیه که شما توی تنظیمات بایوس توی قسمت رم فرکانس تأخیر و حتی ولتاژ رم رو به صورت دستی تنظیم کنید که ممکنه یکم ریسکی باشه این کار و اگر علمش رو ندارید سمت این کار نرید. روش دیگه بوست یا اورکلاک رم استفاده از پروفایل های از پیش تعیین شده توی مادربرد. اینتل AMD یه سری پروفایل هایی توی بایوس مادربرد ها قرار دادن که فقط با روشن کردن اون شما میتونید از آخرین حد فرکانس رم با تأخیر کم از رمتون استفاده کنید. توی مادربرد های مبتنی بر چیپ های اینتل اسم این قابلیت XMP یا Extreme Memory Profile و برای شرکت های AMD EOCP یا Extended Overclock Profile یا DOCP یا Direct Overclock Profile هست که شما میتونید توی جای مختلف تنظیمات بایوس اینا رو تنظیم کنید. ولی اگر سی پی یوتون رایزن 7000 باشه و رمتون هم رم DDR5 باشه، قابلیت جدیدی توسط AMD معرفی شده به اسم AMD EXPO که شما با این قابلیت میتونید رمتون رو بوست یا اورکلاک کنید. وقتی این پروفایل ها رو روشن میکنید، اتفاقی که میفته اینه که مادربرد میاد با استفاده از ولتاژ سی پی یو رم رو بوست یا اورکلاک میکنه که بتونه به آخرین حد فرکانس رمتون دسترسی پیدا کنه یا حتی تأخیر رم رو کاهش بده یا استیبل نگه داره که اگه اینجوری نگاه کنیم قابلیت خیلی خوبی حساب میشه. تنظیم کردن این پروفایل ها توی مادربرد های شرکت های مختلف یکم متفاوته، ولی همشون تقریبا یه جورن. عموما شما میتونید توی تنظیمات بایوس توی صفحه هوم قابلیت های XMP، EOCP، DOCP یا هم AMD EXPO رو ببینید و روی پروفایل مختلفش تنظیم کنید. اگر نبود میتونید توی پروفایل های OC، Overclock یا تنظیمات ادوانس قسمت رم بتونید که این قابلیت رو پیدا کنید و روی پروفایل های یک یا دو معمولا قرار بدید. پروفایل یک معمولا واسه دستیابی به بالاترین سرعت و پروفایل دو معمولا واسه استیبل ترین حالت ممکنه که حالا معمولا هم فرق چندانی نداره، ولی خب اگر خیلی ریز دقت میکنید میتونید که با قرار دادن روی پروفایل های مختلف ببینید که چه فرقی دارن و حالا نسبت به نیازتون روی پروفایل مختلف تنظیم کنید. و خب این اسما هم تکنولوژی هایی که شرکت ها مثلا خود اینتل یا AMD طراحی میکنن تا بتونن که به استیبل ترین حالت ممکن بتونن که به بالاترین فرکانس، تاخیر پایین و استیبل ترین حالت رم دسترسی پیدا کنن. حالا یاد گرفتید که چجوری به آخرین حد فرکانس رمتون دسترسی پیدا کنید. اما با توجه به توضیحاتی که دادیم، آیا این روش عمر قطعات کامپیوتر و خود رم رو کم میکنه یا نه؟ اوورکلاک یا بوستر هم خیلی میتونه توی رسیدن به بالاترین فرکانس توی رم بهتون کمک کنه. باعث میشه که شما FPS بیشتری توی گیماتون بگیرید، رندرهاتون سریعتر بشه، یه سری کارهاتون رو توی سیستم سریعتر انجام بدید. خب این خیلی کمکتون میکنه. اما عمر رم رو خیلی ناچیز کم میکنه و خب به خاطر اونم به خاطر اینه گرماییه که تولید میکنه. ولی خب اگه رم هیت سینک دار بگیرید یا مثلا کولر بادی برای سی پی یوتون استفاده کنید که گرمای چیپ های رم رو بگیره، اون کاهش عمر هم خیلی ناچیزتر میکنه. و خب در کل میتونیم بگیم که با این قابلیت هایی که الان هست XMP و قابلیت های دیگه خیلی مفیدن. در کل که آره دیگه. اینم بود از آموزش تنظیم XMP، EOCP و DOCP یا AMD EXPO توی مادربردتون که به بالاترین حد فرکانس رمتون دسترسی پیدا کنید به حالت استیبل. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و خیلی تونستم کمکتون کرده باشم. و اگر مفید بود حتما دکمه لایک رو بزنید و اگر سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید که ویدیو بعدی خیلی توپ و خفن تره. و چند دیسکوردم که گفتم حتما عضو شید و بریم که کامیونیتی توی دیسکورد تشکیل بدیم. ممنون میشم این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید که اونا هم از این آموزش بهره ببرن و لذت ببرن. و روز خوبی براتون آرزو میکنم و خداحافظ.